قسمت 211 عیدی روز فطر. مهسا زود بیا، کلی خرید داریم واسه عید فطر، باید تا قبل از افطار برگردیم. اومدم مامانی. وایسا دخترم یه لحظه، کارت دارم. بفرمایید آقا جون. بیشتر شیرینی بخرین که به بچه های محلم برسه. دیگه رسم شیرینی عید فطر قدیمی شده، الان همه بچه ها تو خونهشون شیرینی میخورن. پس بابا جان بیا این پولو بگیر، هم شیرینی بخر، هم به تعداد بچه های محل کتاب مناسب سنشونو بخر. دست درد نکنه. آره کتاب هم براشون خوبه، هم حالا حالا دارنشو باهاش خوشن. یادت باشه واسه پریام یه هدیه مخصوص بگیری. پس من چی؟ منم روزه گرفتم. تازه پریا که همشونو نگرفته که. مهسا پریا تازه شروع کرده. تو الان چند ساله داری میگیری؟ هدیه دادن همیشه باعث خوشحالی و تشویق آدما میشه. پریام که تازه شروع کرده باید تشویق بشه. ای بابا بیا بریم، دیر شده. خداحافظ. میگم من که امروز روزه کله گنجشکی گرفتم، میتونم با شما افطار کنم؟ آره عزیزم، چرا نمیتونی؟ پسرم همین که تا ظهر استقامت کردی و چیزی نخوردی خودش خیلی خوبه. سلام مادر. سلام بچه ها. سلام به روی ماهتون، چه زود اومدین. ای وای مادر جون، شما چرا افتادین تو زحمت؟ کلیتون بهتره؟ چه زحمتی عزیزم، روزه که نمیگیرم، لاغل میتونم سفره افطار رو بچینم. که ممنون که حالمو پرسیدی. راستی زهر خانم و آقا فرهنگ که میان؟ دیگه باید پیداشون بشه، حالا امشب حتما عیده. چه عرض کنم دخترم، اگه ماه رویت بشه اعلام میکنن، برم ببینم خبری شده یا نه. بگم بچو از عیدی بیدی خبری هست؟ اتفاقا بابا بزرگ از ماما خواست برای همه عیدی بگیره. اونایی هم که تازه امسال روزه گرفتن هدیه مخصوص میگیرن. مثل پریو. پریو که همه روزهاشو نگرفته که. خب باشه، ولی به هر حال چند روزشو که گرفته. من نمیگم، بابا بزرگ میگه. برو سلام زرف بچه، میشه بریم سر میز افطار پیش بزرگترو. خدایا شکرت که روزه گرفتن این ماه و نصیب ما کردی. اللهم مرزقنا توفیق الطاعه. خودت فرمودی ادعونی استجب لکم. خدایا شکرت. قبول باشه. قبول حق باشه. قبول باشه بچهای گلم. مال شما هم قبول باشه. مال منم قبول باشه بابا بزرگ. مال شما هم که خیلی قبوله دانا جان. البته کله گنجشکی قبوله، نه واقعی. کیا تو باشی؟ دانا سر سفره که جای این حرفا نیست. بابا جون بخوای عیدی بدی؟ نه پسرم، این برای فطریه است، میدم به شما خانم، خودت بده به مستحقش. سب خون ببینم هر روز که اعلام نکردن امشب عیده. و حالا شما بده فطریه رو، بالاخره که عیدو اعلام میکنن. دخترم این فطریه رو لطفا بده به همون خیریه ای که میشناسی. چشم آقا جون. میگم ببخشید چیزه. دستشویی میخوای بری؟ میشناسی که آقا فرهنگ اونجا زیر پله است. نه بابا اگه اشکالی نداره من برم یه سر روی پشت بام. خواهش میکنم بفرمایید. برم بود میو. نه خیر لازم نکردی، یه کار مهم دارم، بچه بازی که نیست. الان میخوایم افطار کنیم، کجا میری آقا فرهنگ؟ زودی برمیگردم خانم. خدایا شکرت، دست شما درد نکنه. این همه وقت آقا فرهنگ کجا رفته؟ پس چرا نیومدی؟ ببینم دخترم، خدایی نکرده آقا فرهنگ سیگاری که نشده. نه آقا جون سیگار؟ نمیدونم. میگم برم پشت بوم دنبالش. این چه حرفیه؟ چی کارش داری؟ شاید میخواد 2 دقیقه تنها باشه. شما یه مدتی صبر کنید، اگه نیومد خودم میرم دنبالش. میگم مادر حالا که اون بالاست بد نیستی دستی هم به آنتن بزنه، امروز تلویزیون یکم برفک داشت. پس چرا نیومد؟ طبق خبری که همکنون به دست من رسیده، مراجع اعزام اعلام کردند که ماه رویت شده است و فردا عید فطر می باشد. روزه هایتان مقبول درگاه حق باشد انشاءالله. آخ جون، ایجا، 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 ایجا،
از همه محترم. خب اینم از این عید همه تو مبارک. عید شما مبارک پدر جون. عید شما مبارک مادر. عید شما مبارک، سعادت داشتید عبادت کردید. عید شما مبارک. تو کجا رفته یهو؟ عیدو اعلام کرده؟ آره گفتم کجا بودی. پس عیدت مبارک، حالا چرا احمد تو همه خانه؟ عید تو هم مبارک، جوابمو ندادی. چی پرسیدی اون وقت؟ آهن رفته بوده ماهو ببینه. خب حالا دیدی؟ چی؟ آره دیدم، ولی خیلی مطمئن نیستم. خب حالا خوردن چای دوره هم میچسبه. بله قبول باشه انشالله. حال شما هم قبول باشه. هم جانا برام دعا کن. قبول باشه پسرم. قبول باشه. قبول باشه. قبول باشه. قبول باشه. بچه ها پاشین زود آماده شین، کم کم مهمونه پیداشون میشه ها. کیا میان؟ خیلی ها، احتمالاً کل فامیل میان دیدن بابا بزرگ و مامان بزرگ. خب چون اونا بزرگ فامیلن. همسایه ها میان خونمو؟ بله مثل هر سال. باید برم هدیه ها رو آماده کنم که بهشون بدیم. اخ جون همه دوستان میان خونمو. تازه میدونی دیروز که با مامان رفتیم بیرون یه هدیه هم واسه تو گرفتیم؟ واقعا؟ ولی بهت نمیگم چیه که وقتی بازش کردی حسابی خوشحال بشی. جایزه روزه کله گنجشکیاته. آخ جون خب نگفتی حالا خوبی شکری خدا، خیلی وقتی ندیدم. دیگه چه خبر؟ سلامتی خواهر جون. دانا جان بیا اینجا. بله اینا برای پسر گلم که با این سن کمش تونست روزه بگیره و وقتی بزرگ شد همه روزهاشو کامل میگیره. عیدت مبارک. اورا اورا عید شما مبارکه. ممنونم مامان جونه. وای همون بازی که دوست داشتم. خب حالا یکی یکی بیان جلو کادواتونو بگیرین. بفرمایید. ممنون آقای جان. قربونت برم من، مبارکت باشه. زود باشمه. عیدتون مبارک آقا جون. وای چیه بابا بزرگ. این یه هدیه مخصوصه برای تو که تازه شروع کردی به روزه گرفتن. عیدت مبارک دخترم. ولی من که همشو نگرفتم. اما سعی خودتو کردی، همینم خیلی خوبه. تازه تو هدیه اصلی تو از خدا گرفتی. دست شما درد نکنه. این آخریشم مال آقا محسن گل. مبارکت باشی محسن جون. خب بالاخره مراسم هدیه دادن پدر تموم شد. امیدوارم همه عید خوبی داشته باشی. انشاءالله طاعات و عباداتتون هم مورد قبول خداوند واقع شده باشه. میدونیم که عیدی دادن به ارزش عیدی نیست، بلکه به خیریه که تو عیدی هست. آخ چون عیدی. اینم عیدی من به شما، البته ناقابله. عید همگی تو مبارک. آقا جون هنوز مونده؟ بله برکت جیبتونه. خدا تو این ماه مبارک به بنده‌اش کلی عیدی میده. خدا هم عیدی میده. بله چه عیدی بهتر از پاکی و پاک بودن، دروغ نگفتن، مهربانی جانم. چیز عید شما مبارک. آقا فرهنگ گل کجا نشسته بودی ندیدمتون؟ بفرمایین اینم عیدی شما. چیزی شده آقا فرهنگ؟ چیز میخواستم بگم که حاج آقا مطمئن این عیده؟ آخه من دیشب ماهو ندیدم. شوخی کردم.